خب میرویم سراغ برنامه. آقای مناش امیر و آقای محسن بنایی، درود بر شما، در خدمتتون هستیم. درود بر شما و درود بر همه کارکنان تلویزیون کانال یک و درود به آقای محسن بنایی، همکار ما، دوست ما، که موافقت کردن که این رشته گفتگوها انجام بشه. آقای بنایی، درود میفرستم به همه بینندگان گرامی، به دستندرکاران تلویزیون و به خصوص شما آقای منیش امیر گرامی، در خدمتتون هستم. بله آقای بنایی، من میخواهم که در این برنامه یا این رشته برنامه ها سعی بکنیم که از تجربیات ملت های دیگر برای ساختن ایران فردا یاری بگیریم. و یکی از ایران خیلی مشکلات داره، در واقع همه چیز به هم ریخته و از هم پاشیده شده، ولی مشکلی که موضوع روز هست مسئله کمبود آبه. ما همش از خوزستان صحبت میکنیم، ولی نبود آب در بلوچستان و در دیگر استانهای به ویژه جنوبی ایران در حد بسیار گسترده وجود داره، تا برسیم به زاینده رود که نه رودی هست نه زاینده هست، آنچه که هست ریگ و سنگولاخه. ازتون خواهش میکنم یه موضوع رو باید اینجا اضافه بکنیم که مسئله کمبود آب تنها مشکل کشور ایران نیست، بسیاری از کشورها با این مسئله روبرو هستند و حتی بعضی ها میگویند که اگر قرار جنگ جهانی سوم آغاز بشه، این جنگ بر سر کمبود آب خواهد بود. بفرمایید یک تصویری رو بدید آقای بنایی از مشکل کمبود آب در سراسر جهان. بله، بسیار سپاسگزارم. من البته متخصص آب نیستم. قبل از که وارد بحث اصلی بشم، خواستم در تکمیل حرفای شما و این برنامه هایی که ما تصمیم داریم در هفته های آینده به بینندگان عزیز ارائه کنیم، یک چیزی رو بگم که و اون همین بود، در واقع با هم داشته باشیم با شما آقای منیش امیر گرامی، که من اون دیده ها و دانسته های خودم درباره اسرائیل رو مطرح بکنم و تا جایی که میشه یک تصویر بی‌طرفانه از این کشور و مردم ایران ارائه کنم و در چارچوب اون ما از تجربیات این کشور مثل هر کشور دیگری به نفع منافع ملی خودمون استفاده بکنیم. یعنی ببینیم اون مشکلات مشترک ما چیه، اون جاهایی که به لحاظ درگیری ها و چالش ها ما رو به هم شبیه میکنه، اونها رو برجسته بکنیم و از تجربیات هم استفاده بکنیم. که در این مورد خاص، چون من به هر حال از اسرائیل دیدن کردم و مدت زیادی خودم رو با تاریخ و فرهنگ و به خصوص چالش های این جامعه درگیر کردم و مطالعه کردم درباره شون، فکر میکنم تصمیم بسیار درستی باشه که ما اینجا در این رابطه با هم صحبت بکنیم. حتی اگر کسان دیگری از تجربه های موفقی از کشورهای دیگه اطلاعاتی دارن، به خصوص وقتی اهل اون کشور باشن، یک ایرانی ساکن اون کشور باشن، هم میتونن در برنامه های دیگری اینها رو ارائه بکنن. چون تنها شانس بشر، تنها شانس انسانیت اینه که بدون تعصب از تجربه های مثبت دیگران استفاده بکنه و به خصوص تجربه های منفی اونها رو دائما در جلوی چشمش داشته باشه و تلاش بکنه که اون تجربه ها رو تکرار نکنه. خب برنامه ما قرار بود که همونطور که گفتم در رابطه با یک نوع معرفی بی‌طرفانه اسرائیل به مردم باشه. شوربختانه این جلسه اول این برنامه مصادف شد با درگیری های دو هفته گذشته و جان باختن شمار بزرگی از مردم کشورمون، اگرچه این خیزش ریشش در این بود که جان مردم واقعا از سیاست های ضد انسانی رژیم به لب آمده، ولی بهانه اونها، بهانه این، یعنی اون جرقه‌ای که به انبار بارود گرفت، مسئله کمبود آب بود. و بنابراین پیشنهاد شما که ما در اینجا مسئله آب رو بهش بپردازیم پیشنهاد بسیار خوبی بود و امیدوارم که بتونیم در این رابطه گفتگوی خوبی داشته باشیم. ببینید، ما در واقع فکر میکنم در این
گفتگو با حضور شما میتونیم به تجربیات یک کشوری بپردازیم که نزدیک به دو سوم خاکش بیابان خشکه. به وقتی که من میگم خشک یعنی شما یک ذره رطوبت در نگه پیدا نمی‌کنید. و همچنین این کشور میزان بارندگیش بسیار کمه. ولی این کشور تونسته محصولات کشاورزی صادر بکنه. من از اونجایی که نه متخصص آب هستم و نه متخصص هواشناسی میخوام در رابطه با اساساً پرسمان و گفتمانی به نام آب در تاریخ تمدن‌ها یک گریز کوچکی داشته باشم بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. ببینید خب خود کشور ما رو اگر نگاه بکنین این کشور بخش بسیار بزرگیش بی آبه، یعنی رودهای بسیار کمی داره. رودهایی که داره به جز کارون، اون هم در گذشته های دور یعنی پیش از انقلاب، اصلا قابل کشتیرانی نیستن، یعنی رودهای کم عمق هستن. این نشون دهنده اینه که کم آب هستن. از اون گذشته میزان بارش در این کشور بسیار کمه و با این وجود مردمان این کشور سالیان دراز تونستن نه تنها به اصطلاح غذای خودشون رو، مایحتاج خودشون رو از این زمین بگیرن، از همین زمین خوش، بلکه در دوران ساسانیان اصلا صادر کننده محصولات کشاورزی بودن. اگر شما الان واژه هلو رو در زبانهای اروپایی بگردین دنبالش، مثلا در آلمانی بهش میگن فیرزیش که تغییر شکل یافته پرزیش اپفله یا پرژین اپل یا سیب فارسی. این نشون دهنده اینه که در اون دوران اینها محصولاتی بودن که صادر میشدن با وجود این خشکی. این که چه اندازه این کم آبی در اسطوره های ما، در بینش های دینی باستانی ما انعکاس داشته، شما از این میتونید بفهمید که برجسته ترین ایزدبانوی ایرانی که در گذشته های دور احتمالاً زن خدا یک الهه برتر یک دین مستقل بوده و بعداً در آیین مزی اسنا پذیرفته شده، اردویسور آناهیتاس که ایزدبانوی نگهبان آب هاست، یعنی یکی از مهمترین ایزدبانوها اون کسیه که در واقع نگهبان آب هاست. یا ما یک ایزدی رو داریم به نام تیشتر، ایزد بارانه، در نبرد دائمی با دیو خشکسالیه که جشن تیرگان به مناسبت در واقع روز تیشتر یا تیره که با آب پاشی همراهه، یعنی این ترکیب اون اسطوره و اون چیزی که مردم در زندگی روزمرهشون میده. مسلما آب یک مایه بسیار پر ارزشه و تقدس اون رو در آیین زرتشت به گواهی هرودوت میتونیم در این باره ببینیم که ایرانی ها به هیچ وجه آب رو آلوده نمی کردن. و طبیعی هم هست، شما اگر نگاه بکنید تمدن های کهن به خصوص منطقه میان رودان و فلات ایران که گهواره تمدن های جهانی هستن، در کنار آب ها به وجود اومدن، یعنی تمدن های بابل، سومر، آکاد، آشور و به خصوص در قسمت امروزی ایران تمدن ایلام که در خوزستان امروزی یعنی پر آبترین استان کشور ما به وجود اومده. و نیاکان ایرانی ما از اونجایی که آب در بقیه بخش های امپراتوریشون کم بود، یک سیستم آبیاری فوق العاده هوشمندانه به نام کاریز یا همون قنات رو درست کردن که بتونن از جاهای دورتر این منابع زیر زمینی رو منتقل بکنن به جاهایی که میتونستن در اونجا کشاورزی بکنن، یعنی از کوه‌ها که قابل کشاورزی نبودن بیارن به دشت‌ها که در اونجا میشد کشاورزی کرد. و این سیستم بسیار پیچیده‌ای داشتن که اینها مثلا کلمه میراب و کسی که مراقب بود آب با عدالت تقسیم بشه بین مردم، یا ساعت آبی که درست کرده بودن مخصوص تقسیم آب. به هر حال خواستم بگم که اگر یک گریزی ما به این مسئله اسطوره‌هامون هم حتی بزنیم، میفهمیم که آب و تمدن یک ارتباط بسیار تنگاتنگ دارن. و به لحاظ واژه شناسی هم کلمه کشور در فارسی با کلمه کشت زمین و کشاورزی یک کلمه همریشه، یعنی می‌بینیم که حتی به اصطلاح اون تصوری هم که نیاکان ما از کشور به ما به مثابه یک سرزمین به یک مرز و بوم داشتن، ارتباط مستقیم با کشاورزی و در نتیجه می با آب داشت. اون چی که الان پیش اومده خب مسلماً پر آبترین استان کشور کاملا خشک شد، ولی فقط اونجا نیست. ما می‌بینیم همونطور که خود شما اشاره کردید
زاینده رود هم هست که در منطقه خب در کنار شهر اصفهان هست و همه این مناطقی که میبینیم در گذشته آب داشتن و در این 40 سال به بی‌آبی دچار شدن و اینها معمولا میشه حتی گفتش که قطع آب، خشکاندن زمین میتونه یک اقدامی برای یک نوع سرکوب و زیر فشار گذاشتن مردم باشه، کمان که ما در تاریخ ها هم میخونیم موقعی که تیمور گورکانی به سیستان حمله کرد، سیستانی که انبار قلعه ایران بود، با خراب کردن سدها و تخریب قنات‌ها سیستان رو تبدیل کرد به یک سرزمین خشک و دیگه بعد از اون هیچ وقت سیستان به اون موقعیت اولیش برنگشت. در مجموع نقش آب در این تمدن‌ها بسیار برجسته است. من به لحاظ زبانشناسی این رو گفتم، خیلی کوتاه به لحاظ اسطوره‌ای گفتم و امروز متاسفانه ما از اون دیدگاه باستانی خودمون که حرمت و تقدسی که آب برای ما داشت تا جایی که برترین الهمون نگهبان آب بود، ما از این دیدگاه دور شدیم و خب در رژیمی که به هیچی برای هیچی ارزش قائل نیست طبیعتاً آبهای ما هم خشک میشن و این میتونه مقدمه‌ای برای نابودی تمدن ایران باشه. بله، اجازه بدین که اینجا میپردازیم به تجربه‌ای که اسرائیل در مورد حل مشکل آب داشته. اولا واژه بیابان در فارسی واژه بسیار زیبایی است. بی آب، بی آبان یعنی مکانی که در اونجا آب وجود نداره. و واژه مدبار در زبان عبری هم همین معنی رو میده، یعنی ناحیه‌ای که هیچ چیز در اون وجود نداره، مدبار. و در مورد اهمیت آب، همونطور که شما گفتید، هم کشور اسرائیل و هم کشورهای همسایه اینها در مکان خشک قرار گرفتند. دو سوم از خاک اسرائیل همونطور که شما هم گفتید صحرای نگف هست، بیابان نگف هست که در اونجا هیچ چیز رشد نمی کرد. اسرائیل کشوری بود که وقتی دوباره استقلالش رو یافت دید که باید آب رو مدیریت بکنه، به ویژان که قرار بود که جمعیت روز به روز بیشتر بشه و میلیون ها نفر از یهودیان پراکنده در سراسر دنیا بیایند و کشور باستانی و اجدادی خودشون دوباره ساکن بشن. بنابراین آمدن و یک اداره کل آب یا مدیریت کل آب رو تأسیس کردن که این مدیریت وظیفش این بود که بررسی بکنه در چه نواحی آب وجود داره، نقشه برداری بکنن و چگونه از این آب میشه استفاده کرد برای اینکه سراسر کشور آب داشته باشه. یکی از پروژه های مهم هم این بود که از شمال اسرائیل که باران هست و آب زیاد هست، آب رو با لوله منتقل کنن به صحرای نگف که در اونجا تقریبا میشه گفت که آب وجود نداشته. برای اینکه ما از تجربیات اسرائیل یاد بگیریم چند نکته رو میخوام خدمتون عرض بکنم و اون که اولا یه مدیریت سراسری آب در کشور یک بررسی جامع و کامل سفره‌های آب زیرزمینی و رودخانه ها روی زمین و دریاچه ها و غیره. ما در اسرائیل فقط دو تا دریاچه داریم، یکیش کینر در شماله که در واقع انبار آب کشور اسرائیل و یکیش هم بحر المگس یا دریای نمک که دریای مرده است، آبش شوره ولی مصارف دیگر داره. بنابراین مسئله آب در اسرائیل بسیار بسیار حاد و مشکل بوده. آمدن اداره آب رو درست کردن ولی باز این کافی نبود. ما تا 5 سال پیش گفتیم که بریم و آب رو از ترکیه بخریم. ترکیه اونجا رودهای بزرگ هست، کوههای زیاد هست و آب فراوان در رودخانه ها جاری میشه که منجر میشه به نهر فرات و دجله و آبیاری میکنه سوریه رو و عراق رو هم آبیاری میکنه. گفتیم که بریم و از ترکیه آب بخریم ولی در اون دوران حکومت اسلامگرای ترکیه به روی کار آمد
و اسرائیل ابراز نگرانی کرد که ما باشون معامله بکنیم، ازشون آب بگیریم و خدای ناکرده اگه اونا با ما قهر بکنن، نخوان به ما آب بفروشن، چه باید بکنیم؟ این برنامه منتفی شد. بنابراین آمدن و گفتن ما باید یک راه حل اساسی ایجاد بکنیم و خودمون آب تولید بکنیم. من به این بعدن میپردازم، ولی یکی از نوآوری های اسرائیل که در سراسر دنیا الان رواج پیدا کرده و مسئله کم آبی رو در امور کشاورزی تا حدود زیادی حل کرده، اون آبیاری قطره است. حساب بکنید، به یاد بیارید که در ایران چگونه زمین های کشت رو آبیاری میکردن، جوی های رو میساختن که آب در اونجا جریان پیدا میکنه و از اونجا به کشتزارها منتقل میکردن و این آب رو در واقع هدر میداد. اسرائیل آمد. آقای امیر ببخشید، قبل از اینکه وارد این بشین، من یک سوال دیگه از شما داشتم که در واقع مقدمه‌ای بر همینه. شما در اسرائیل، شما البته یک دریاچه رو گفتید که همون در واقع گنتسرت یا همون دریاچه جلیلیه، یا به اسرائیلی گفتین کمر بهش میگن، بیبی دریاچه در شمال اسرائیل رو، و همون دریاچه نمک، و یک رود مشهور هم داریم به اسم رود اردن. آیا شما منابع آب شیرین دیگری هم دارید در اسرائیل؟ بله، ببینید رودخانه های زیاد هست. لیتانی هست، بیاس هست، دان هست و چند تا نهر کوچک دیگر که از اهمیت کمتری برخوردارن. تمام این رودخانه هایی که گفتم آبش از سوریه و لبنان میاد. یعنی در داخل اسرائیل فقط نهر دان هست که تا حدودی بارانها رو جمع میکنه و منتقل میکنه. رود اردن که شما بهش اشاره کردید، در واقع آب رو از دریاچه کینرت یا جلیله یا گالیل یا تور یا کینرت، هر اسم میخواید روش بذارید، در اسرائیل بهش میگن دریاچه کینرت، از اونجا میگیره و منتقل میکنه به بحرالمیت و در راه کشاورزان از این آب استفاده میکنن. ولی اسرائیل با به عنوان پیشگام در حل مشکل کم آبی در جهان آمد و رشته آبیاری قطره‌ای رو درست کرد. یعنی لوله های رو میکشن، لوله های باریکی هست، یه سوراخ داره که درست آب رو قطره قطره میچکانه روی ریشه گیاهی که باید از زمین رشد بکنه. یعنی مصرف آب در امور کشاورزی به شیوه آبیاری قطره‌ای به یک دهم و شاید یک صدم تنزل پیدا میکنه. این شیوه است که اسرائیل در سراسر دنیا رواج داد. بعدم آمدن برای اینکه مصرف آب صرفه‌جویی بشه، به ویژه در شهرها، نرخ آب رو پله‌ای کردن. یعنی شما مثلا 3 متر مکعب رو در ماه استفاده کنید، قیمتش خیلی ارزونه، ولی اگر 4 متر مکعب برای هر فرد باشه یا بیشتر، اون موقع قیمت ها بالا میره. و تبلیغاتی گسترده کردن که هر قطره آب مثل طلاس، صرفه‌جویی بکنید و غیره، و مردم رو عادت دادن که تا اونجایی که ممکنه کمتر آب مصرف کنن. ولی این مشکل رو حل نمی کنه. یک راه دیگر استفاده از فاضلاب بود، فاضلابی که آمدن تطهیرش کردن و این فن هم در اسرائیل بسیار بسیار رواج داره. فاضلاب های شهرهای بزرگ و کوچک رو در یه دریاچه مصنوعی جمع میکنن، تطهیرش میکنن، کاملا خنثا میشه، کاملا آب سالم میشه و از این آب سالم برای امور کشاورزی استفاده میکنن. ولی آنچه که انقلاب بزرگ میتونه نام بگیره، پالایش آب و به اصطلاح شیرین کردن آب در، یا در واقع بیمزه کردن آب هست که در اسرائیل این صنعتی است که از 50-60 سال پیش روش آزمایش کردن، ولی در همین 6-7 سال اخیر هستش که در اسرائیل پالایشگاه های آب به صورت گسترده، 6 ما پالایشگاه بزرگ داریم
در اسرائیل که نه فقط آب مورد نیاز اسرائیل هم برای مصارف شخصی و هم برای مصارف کشاورزی رو تامین میکنه، بلکه اسرائیل امروز میتونه به کشورهای دیگر آب بفروشه. حساب بکنید کشوری که 7-8 سال پیش میخواست از ترکیه آب بخره، امروز میتونه آب رو به کشورهای دیگر بفروشه. اینها همه و مدیریت صحیح سفره‌های آب زیرزمینی. ببینید در ایران هر کس هر موقعی که دلش میخواست و هر جایی که دلش میخواست میتونست چاه بزنه. الان هم متاسفانه استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی در ایران انقدر زیاد شده که میشه گفت که سفره‌ها تقریبا خالی شده، خوش شده. و حساب بکنید که یک سفره آب زیرزمینی برای اینکه دوباره پر بشه ممکنه به 100 سال، 200 سال، 300 سال وقت نیاز داشته باشه. یعنی در واقع به علت عدم مدیریت صحیح آب در حکومت اسلامی ایران الان دارن این ثروت زیرزمینی رو هم از دست ایران گرفتن و اون رو به باد میدن. اسرائیل آمده و برای استفاده صحیح و مدیریت شده گفته است که از فلان سفره آب زیرزمینی فقط این مقدار میشه آب رو استفاده کرد و این هم با این محاسبه که باران میاد و دوباره اون کمبود رو حل میکنه. یه راه دیگری که اسرائیل در پیش گرفته این است که در نقاط پرباران آمدن و دریاچه های مصنوعی یا حفره های بزرگ رو درست کردن که آب باران رو در اونجا جمع بکنن و بعد ازش استفاده کنن. یه ضرب المثل هست در عبری که میگوید همه رودخانه ها به دریا منتهی میشود و دریا هرگز سیراب نمیگردد. یعنی آبی که از باران به دریا ریخته میشه در واقع آبی به هدر رفته است. چطوری این آبها رو میشه جمع آوری کرد و ازش دوباره استفاده کرد؟ تمام این اموری که گفتم، یعنی آبیاری قطره‌ای، مصرف آب بر حسب هزینه و ارزشش، سفره‌های آب زیرزمینی، دریاچه‌های مصنوعی برای استفاده گردآوری آب و بالاتر از همه اون پالایشگاه‌های آب یا شیرین کردن آب دریا، اینها همه مشکل اسرائیل رو در حدی حل کرده که وقتی نخست وزیر هند آقای مودی میآید به اسرائیل، یکی از اولین جاهایی رو که میگوید من میخوام برم و ببینم دیدن پالایشگاه‌های آب اسرائیل هست که بسیار مورد توجهشون قرار گرفت. بفرمایید. یک موضوعی شما اشاره کردید در مورد منابع آبی و مدیریت منابع آبی. خب ما در ایران یکی از اصل‌های اون چیزی که بهش به نام انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید شناخته شده، یکی از اصلاش ملی کردن منابع آبی کشور بود و اتفاقا در اونجا یکی از موارد بسیار مهمی که روش خیلی تکیه میشد همین بود که بی حساب و کتاب چاه زده نشه، چاهای عمیق، چون در اون موقع حساب کرده بودن و به اصطلاح منابع رو یک ارزیابی ازش کرده بودن که چقدر هست و تلاش بر این بود که اینها متناسب با مصرف باشه، یعنی برداشت بیشتر از اون چیزی که وارد این سفره‌های زیرزمینی میشه نباشه. و خب همون موقع بسیاری از این روحانیون و البته دوستان و همینیانان مارکسیست ما هم میگفتن که خب این شاه نمیخواد بذاره مردم کشاورزی بکنن و میخواد کشور وابسته بشه به خارج، در صورتی که خب ایران اونقدر آب اصلا برای کشاورزی در اون حد نداره. و در چارچوب همین اصل در مجموع فکر میکنم تا سال 47 یا تا سال 49 در مجموع 13 تا سد ساخته شد که اینها هم سدهایی بودن که برای مصرف کشاورزی و آبیاری به کار می‌رفتن و هم خب منابع تولید برق بودن و برق کشور رو تامین می‌کردن، چون ما به اصطلاح نیروهای اتمی که نداشتیم. آیا شما در اسرائیل هم
خیلی کوتاه اگه به این جواب بدین، چون من موضوع دیگه‌ای رو می‌خوام مطرح کنم، از وقت استفاده کنیم و بیشترین مطالب رو مطرح با هم صحبت بکنیم. آیا در اسرائیل هم سد سازی دارید؟ روی رودخانه هاتون سد می‌زنید؟ بله، این سوال خیلی خیلی جالبه. ما آب نداریم که سد سازی بکنیم. این پاسخ کلی من است، ولی پاسخ جزئی میدم. بله، ببینید، در بعضی جاهای بارانخیز، مثلا در نزدیکی های شهر اورشلیم که روی تپه ها و اینا باران میاد، یک سدهایی رو ایجاد میکنن در ناحیه‌ای که آب ممکنه عبور بکنه، آب باران رو اونجا جمع میکنن. یعنی نه اینکه بیاین روی رودخانه ها سد ببندن. ما رودخانه این میشه منظورم. بله، بیشتر این منظورم بود، روی رودخانه ای که جاری هست و آب داره، آیا روی نه. اونها سد میزنن در اسرائیل یا نه؟ مطلقاً مقدار آب طوری نیستش که بشه سد بس و استفاده کرد، ولی سدهای مختلف، سد خیلی کوچولو میبندن در مناطقی که آب رو میتونه جمع بکنه و بعدا مورد استفاده قرار بگیره. یه نکته دیگر رو هم خواستم خدمتون بگم و اون این است که اسرائیل در طول سالها مطالعه کرد که کدام یک از رشته های کشاورزی آب زیاد میبره و منسوخش کردن. مثلا شروع کردن به تولید پنبه، کشت پنبه، دیدن که صرف نمیکنه، آب زیاد لازم داره. مسلما برنج رو در اسرائیل به چیز نمیکنن، استفاده نمیکنن، ولی عرض کردم که از طریق آب قطره‌ای میآیان و نوعی از کشت رو انجام میدن که آب زیادی احتیاج نداره. بعدم درخت‌های میوه در اسرائیل بسیار بسیار گسترش پیدا کرده و اونها هم آب کمتری میخواد، چون به تدریج هرچه که ریشه درخت پایین تر میره، کمتر به آب بیرونی احتیاج داره. اجازه بدید یه نکته جالب دیگر رو هم براتون بگم و اون مسئله زاینده رود هست در اصفهان. و خواستم به شما و شاید اکثر بینندگان بگویم که شهر اصفهان رو یهودیان برپا کردن. زاینده رود رو در کنار زاینده رود بود که یهودیان در اصفهان در نقطه‌ای که زاینده رود بود مستقر شدن و اونجا این نقطه گسترش پیدا کرد. اول اسمش دارالیهود بود، بعد گذاشتن سپاهان. احتمال داره که اصفهان مرکز استقرار نیروهای کشور بوده، چون در مرکز قرار داره. سپاهان بعدم پس از آمدن عرب گویا سپاهان شده اصفهان. چرا یهودیان اون نقطه رو انتخاب کردن؟ اینها از اسارت آشور آزاد شده بودن در 2600-700 سال پیش، 2700 سال پیش آمدن در ایران و در ناحیه زاینده رود مستقر شدن و بعدم از اسارت بابل کوروش کبیر اونها رو آزاد کرد که اونها هم یه دشون آمدن در اصفهان و اصفهان به این ترتیب گسترش پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آب و هوای اصفهان شهر اورشلیم رو به یاد میاره و زاینده رود منبع و منشأ برکت بود برای کسانی که در اونجا زندگی میکردن. بفرمایید. خب در تایید این حرفتون میتونم بگم، البته خود اصفهان یا اصفهان در دوران، به نظر میرسه در دوران خسرو انوشیروان تأسیس شده باشه، موقعی که اون یک سری رفرم هایی در ارتش ایران ایجاد کرد و کشور رو به چند خست تقسیم کرد و ارتش ایران رو هم اساسا از بیخوبون رفرم کرد. ولی در اصل در کنار شهر اصفهان یا خود حتی خود اصفهان رو شما در تاریخ نگاری اسلامی هم فکر میکنم تا قرن تقریبا 13-14 میلادی در تاریخ نگاری اسلامی بهش میگن یهودیه. یعنی هر دو اسم رو براش به کار میبرن، هم اصفهان و هم یهودیه. در ایران و بله، من حالا به یک نکته دیگه میخواستم اشاره بکنم. ببینید، من در کنار همین یم هملخ یا دریای بحرانیه، دریای مرده که بودم، خب در اصل طرف غرب جایی که ما زندگی میکردیم یک روستای خیلی کوچیک بود یا یک کلونی در واقع خیلی کوچیک بود،
طرف غربش، شرقش میشد دریاچه‌ای که 30% غلظت نمکشه و طرف غربش میشد صحرایی که یک، واقعا میتونم بگم 1% رطوبت نداره. ولی این صاحب به اصطلاح کسی که خونه رو به ما اجاره داده بود، هر روز صبح با یک ظرف میوه تازه چیده شده میومد و اونجایی که ما زندگی میکردیم واقعا سرسبز بود، واقعا مثلا روستاهای شمال بود، ولی خب خیلی محدود، یعنی دورش کاملا بسته. من اونجا هم خیلی نگاه کردم و این سیستمی که شما گفتین در واقع لوله هایی رو که در توی باغچه ها بودن یا توی درخت های کنار خیابون بودن و قطره به قطره آب به اونها میدادن نگاه کردم و بعدها خیلی هم برام جالب بود. حالا شما به طور قطع این داستان رو میدونیم، ولی برای بینندگان اینه که یک مهندس لهستانی به نام سیمخا بلاس در 1930 فکر میکنم در یک کیبوتسی در اسرائیل همینطور نشسته بود و داشت نگاه میکرد و دید که یک لوله شلنگ آبی که کشیده شده این یه سوراخ داره و چند روز که اونجا نشسته بود دید اون درختی که نزدیک این سوراخ هست از بقیه درخت‌ها بیشتر رشد کرده. در اصل این ایده کشت قطره‌ای در اثر این به وجود اومد. البته نه فقط یک تصادف نبود، این آقای بلاس خودش یک مهندس بود و اطلاعات خیلی عمیقی در این مورد داشت، ولی اون ایده رو بهش داد و بعدها با پسرش، همراه با پسرش این تکنیک آب قطره‌ای رو، مثلا آب رسانی قطره‌ای رو تکمیل کردن و خب به اونجایی رسوندن که الان دیگه کاملا هوشمنده، یعنی حتی به نسبت ساعات روز آبیاری میشه، نه تنها قطره آبیاری میشه بلکه محاسبه میشه که در کدوم ساعت میشه درخت رو یا گیاه رو آبیاری کرد که کمترین میزان آب لازم باشه. این سوال رو میخواستم به این ارتباط بگم که از این که شما شتون رو مطرح بکنید، شما بله. از وادی کیبوت استفاده کردید، کیبوت چی هست؟ توضیح بفرمید. کیبوس رو خب شما خیلی بهتر میدونید، ولی این رو شاید دوستان کمونیست ما که خیلی به تاریخ روسیه علاقه دارن براشون خیلی جالب باشه، چون اونها ادعا میکنن که اولین مزرعه های اشتراکی در جهان که همه آدم ها با هم کار میکردن و در واقع درآمدی که از اونجا میومد یا محصولی که از اونجا میومد به تساوی بین اعضای اونها تقسیم میشد بعد از انقلاب روسیه و در اون به اصطلاح مجتمع هایی بود که بهش میگفتن کالکیوز یا کالخوز، ما تو ایران بهش میگیم، یا تلفظش فکر میکنم تلفظ درستش کالکیوز باشه. ولی در اصل اولین کیبوتسی که تاریخش ثبت شده مربوط به سال 1910، یعنی 7 سال قبل از انقلاب اکتبر، یعنی کمونیست های روسی این رو از روی مدل کیبوتس های یهودی در اون موقع که بهش میگفتن فلسطین، در فلسطین در واقع تقلید کردن، نمونه برداری کردن. ولی من در یکی از این کیبوتس ها هم بودم، ولی خب خیلی جبه یه مقدار شاید امنیتی یا شاید من اینجوری فکر کردم بود و خیلی ما نتونستیم توش نگاه بکنیم. ولی این کیبوتس ها در واقع مجتمع هایی بودن که یک تعداد آدم میرفتن جمع میشدن در کنار هم، همه ابزار اشتراکی بود، خب هر کسی تو خونه خودش زندگی میکرد و مالکیت شخصی به مفهوم این که توی خونهش هرچی که داشت مربوط به خودش بود، ولی ابزار کار اشتراکی بود. بله؟ نه مالکیت شخصی در اونجا نبود، اصلا نداشتن؟ مطلقا اون مشاق هست، ولی مشاق. توی خونهش رو منظورم وقتی توی خونه زندگی میکردن اون که شما میگید مالکیت شخصی آبادی دیگریست به اسم مشاف که اون رو مشاف، درسته، مشافی که دقیقا آخر درجه بهرامیت، اونم من رفتم دیدم، یکی از مشافای معروفه. درسته، شما درست میگید، در کیبوتس همه چیز اشتراکی بود، همه با هم کار میکردن، ابزار کار اشتراکی بود، محصول هم در نهایت تقسیم میشد بین همه و اینها اولین میشه گفت جوامع کمونیستی بودن که در قرن 20 تأسیس شدن که همه با هم کار میکردن و همه با هم برداشت میکردن و محصول به تساوی بین همه تقسیم میشد. و درسته، شما کاملا درست میگید، مشاف من فکر کنم اسمش رو نمیدونم، ولی آخرین نقطه‌ای که دیگه بهرالمگه تموم میشه یک مشاف نسبتا بزرگی هستش اونجا، ولی در این حد کمونیستی نیست. به هر صورت من سوالی که از شما خواستم بکنم اینه،
من خدمتتون میگم اجازه بدین که کیبوتس خیلی جالبه و باز ایران فردا میتونه از این تجربه استفاده بکنه. ببینید وقتی که شما از سال 1910 سخن گفتید، یعنی بحبوحه جنگ جهانی اول بود که یهودی ها از سراسر دنیا می اومدن سرزمین پدریشون و اینجا رو خود آباد بکنن. چطوری میشه آباد کرد؟ از راه کشاورزی. ولی من که نه کشاورزم، نه پول دارم، نه وسایل دارم، چطوری میتونم این هدف رو انجام بدم؟ آمدن و با هم متحد شدن و شهرک هایی رو، از حس شهرک هم نمیشه گفت، ده های کوچیکی رو برپا کردن به اسم کیبوتس که در اونجا مالکیت مطلقاً اشتراکیه و شعارش اینه از هر کس به قدر توانایی او و به هر کس به قدر نیاز او. یعنی شما هر اندازه که توانایی بدنی دارید کار کشاورزی میکنید، همه با هم، همه وسایل هم مشترکه و این خیلی خیلی صرفه جویی میکنه در هزینه ها، همه وسایل مشترکه و محصولی که به دست میاد و درآمدی که هست میره تو صندوق ملی، صندوق همگان، و از اون صندوق برداشته میشه برای تامین زندگی و معاش اونهایی که در اونجا زندگی میکردن. این تئوری کیبوتس و در واقع کمونیسم کامل و پاک رو ما میتونیم از کیبوتس بگیریم. اونچه که شما گفتید مشاف، یعنی اینکه شما زمینتون شخصیه، خونتون مال خودتونه، ولی کشاورزی به صورت دست جمعی انجام میشه، محصول به فروش میره و به اندازه میزان تولید هر کدوم از این کشاورزا پول رو میدن دست خودش و اونطور که میخواد این پول رو هزینه میکنه. یعنی مشاف در واقع یک آبادی تعاونیه در مقابل کیبوتس که یک آبادی اشتراکیه. مشاف رو در ایران در دوران شاه فقید و موقعی که میخواستن که کشاورزی ایران تحول پیدا بکنه، آمدن گروه های از ایران به اسرائیل و این شیوه کار مشاف رو بررسی کردن، یاد گرفتن، برگشتن ایران که این ایده رو در ایران عملی بکنن. متاسفانه خیلی خیلی موفق نبود یا مدیریت خوبی انجام نگرفت و به هدف نرسید. بفرمایید پرسش شما. بله، پرسش من این بود که با توجه به این شرایطی که الان من گفتم، یعنی شما تو یه جای زندگی میکنین، یه طرفتون دریای نمکه، دریاچه نمکه با 30% غلظت، برای که بینندگان عزیز بفهمن که یعنی متوجه بشن که 30% نمک یعنی چی، مثلا دریای مدیترانه یا خلیج فارس اینا یه چیزی حدود 3-4% غلظت نمک داره و اون یم حملخ یا بحرالمیت فقط یعنی 30% یعنی شما اصلا نمیتونید تو اینا بشین. این غلظت از نمک و در کنار در اون طرف هم صحرا بیابان کاملا خشک با این شکل الان در شرایط حاضر در سال 2021 کشاورزی چه نقشی در اقتصاد اسرائیل داره؟ بله، اجازه بدین از نگف شروع کنیم. شما گفتید بیابان. بله. نه، یه نگف بیابان نیستش. شما نقاط مختلف نگف رو که برید، لوله ها رو کشیدن، آب رو آوردن اونجا و سرسبز شده، درخت کاشتن بیشه. نه، من طبیعتشو میگم آقای امیر، طبیعت شده. اون چی که انسان ساخته رو کاری ندارم. بله. من خودم الان گفتم. من فقط طبیعت نگف رو میگم. بدون دخالت انسان. بله. امروز ما اگر از 2/3 از زمین اسرائیل که در جنوب قرار داره صحبت میکنیم که گفتیم بیابانه و هیچ موجودی درش نبود، امروز کاملا فرق کرده. بسیاری از نقاطش آباد شده، سبز سرسبز، محصولات میده و برای چراگاه هست و غیره و غیره. شهرک هایی هم اونجا ایجاد شده، یه پایگاه بزرگ نیروی هوایی اسرائیل در اونجا هست. صحبت از این بود که فرودگاه بین المللی اسرائیل رو از مکانی که الان هست که در شمال کشوره و بسیار آسیب پذیره و با یه موشک میشه تسهیلش کرد، منتقل بکنن به جنوب. و بعد ما شهر ایلات رو داریم که
جنوبی ترین نقطه است، در ساحل دریای سرخ قرار داره و اونجا رو به یک شهر گردشگری بین المللی مبدل کردن و بسیار رونق پیدا کرده. یعنی امروز دیگه نگف صحرای یعنی بیابان چیزی نیستش. بعدم در مورد دریای نمک یا بحر المیت یا هملخ به زبان عبری که همون میشه دریای نمک صحبت کردی، از اینجا پتاسیم و انواع مواد دیگری رو استخراج میکنن که برای مصارف کشاورزی، داروسازی و حتی ساخت کرم زیبایی خانم ها مورد استفاده قرار میگیره و یکی از منابع بزرگ درآمد ارز خارجی برای اسرائیل هست. اگر چیز تأسف‌بار رو هم براتون بگم، این است که بحر المیت به تدریج داره خشک میشه. این دریاچه بین اسرائیل و اردن هست و اسرائیل کمک کرد به اردن که اونها هم تأسیسات استخراج پتاسیم و املاح دیگر رو برپا بکنن و اونها هم مانند اسرائیل از آب این دریا استفاده بکنن. پروژه هایی هستش که آب دریای سرخ یا آب دریای مدیترانه رو منتقل بکنن به دریاچه نمک، ولی بعضی از محیط شناسان مخالف این جریان هستن و هنوز عملی نشده. بفرمایید. من در رابطه با نقش کشاورزی و محصولات کشاورزی در اقتصاد اسرائیل پرسیدم. بله. یه سوال دیگه هم اگه میتونیم با همین جمعش بکنیم با هم جواب بدیم، اینه که تا جایی که من اونجا بودم، من هم در ماه می بودم و هم در ماه اکتبر و بارندگی نبود. بله. شما کلا چند ماه بارندگی دارید؟ ببینید، در تورات مطلب خیلی جالبی است. در تورات کلمه آب به زبان عبری مایم و به زبان عربی مای آب 600 بار توی تورات واژه آب تکرار شده. این نشان چی هست؟ که در این مملکت، در این سرزمین آب نبوده، یا اگر بوده خیلی خیلی کم بوده. اسرائیل موقعی که موجودیت خودش رو اعلام کرد و حتی قبل از اون هیچ تشکیلات صنعتی نداشت، یعنی هیچ چیز صنعتی رو نمیتونست به خارج صادر بکنه. شما اگر ارز خارجی نداشته باشین، نمیتونید نیازهای داخل کشور رو تامین بکنید. ارز رو از کجا بیارن؟ آمدن و درخت‌های پرتقال و اصولاً مرکبات رو به صورت گسترده در اسرائیل برپا کردن و پرتقال اسرائیلی یا یافو، این بسیار مشهور شد در سراسر جهان و منبع بزرگ درآمد اسرائیل بود، در حدی که چینی‌ها آمدن و این پتنت، این شیوه کار رو از اسرائیل خریدن و اجازه یافتن که پرتقال جافا صادر بکنن به سراسر جهان. و یه روزی بود که در ایران معلوم شد که پرتقال اسرائیلی در وارد ایران میشه به مقادیر خیلی زیاد. بررسی کردن، بله، پرتقال اسرائیلی هست ولی تولید شده در چین هست و این باید یه عده تفاهم هایی شد. در مجموع اقتصاد اسرائیل تا 10 سال اول استقلالش روی کشاورزی بود که اسرائیل گل صادر میکرد، سیب، انواع درخت محصولات میوه و به ویژه مرکبات رو صادر میکرد به کشورهای دیگر. ولی اینا همه آب میخواد، آب رو از کجا بیارن؟ این بود که اسرائیل به تدریج صنایعش رو گسترش بخشید و امروز اسرائیل بیشترین درآمد ارز خارجیش از صنایع تکنولوژی هست، های تک، نوآوری های فنی هست که به هیچ ماده خامی احتیاج نداره. ماده خامش مغز انسان هست. این مغزها رو به کار انداختن. این موضوعی است که یه بار در یکی از فرصت‌های دیگه با هم مطرح خواهیم کرد که اسرائیل چطوری این مغزها رو کشف میکنه، پرورش میده، تربیت میکنه و در راه ایجاد تولیدات و افزایش صادرات کشور ازش استفاده میکنه. امروز دیگه تا
تقریبا میشه گفت که محصولات کشاورزی صادر نمیشه، زمین های باغ‌های مرکبات کم کم از تعدادش کم میشه و به جاش آسمان خراش میسازن یا صنایع ایجاد میکنن و غیره و غیره. بنابراین اقتصاد اسرائیل که در گذشته کشاورزی بود، امروز بیشتر صنایع و تکنولوژی هست که به مواد خام نیازی نداره، چون در اسرائیل نه نفت هست و نه معادن و نه مواد خام. اینها رو همه رو باید از خارج بیارن. این است که تکنولوژی و هایتک، رشته های دانش بنیان، اینها بیشترین منبع درآمد اسرائیل هست. بفرمایید. شما در شروع این برنامه یک موضوعی رو گفتین که من میخوام به عنوان بخش آخر اتفاقا به اون بپردازم، و اون این بود که یاد گرفتن از تجربه ملت‌های دیگر. شاید آقای امیر، اون چی که ایرانی‌ها باید بیاموزن اینه که اگر در اسرائیل گفته میشد که ما بریم یک کیبوتس بسازیم، همه همکاری میکردن، اعتماد میکردن و یک همبستگی در بینشون وجود داشت. اگر دولت اسرائیل میومد میگفت خب دیگه ما کشاورزی نکنیم به خاطر اینکه این آبی که داریم کافی نیست برای کشاورزی و صادراتش و به تکنولوژی بپردازیم، همه مردم همکاری میکردن و در یک همبستگی ملی تمام این پروژه ها به ثمر میرسید در کنار اون فکری که پشتش خوابیده بود. ما متاسفانه اینطور نبود که نداشته باشیم این برنامه ریزی ها رو. من یک نمونه شو برای شما گفتم، اصل ملی کردن منابع آب در همون انقلاب سفید یکی از این برنامه ریزی های کلان به اصطلاح مدیریت آب بود. ببینید، خود شما در یک نمونه گفتین این شکل مشاف رو در ایران میخواستن اجرا بکنن و نشد. دلیلش رو میشه حد زد. یکیش میتونه فقط این باشه که چون از اسرائیل اومده پس چیز بدیه. یکی دیگه میتونه باشه که اون همبستگی که یهودیان با هم دیگه داشتن در بین ایرانی ها متاسفانه امکان نداشت. و یک نمونه دیگه به شما میخوام بگم. شما مثال زدید، گفتید که اسرائیلی ها اومدن حساب کردن دیدن که کدوم محصول کشاورزی به اصطلاح آب مصرف آبش کمتره و اون رو بکارن. همین کار رو در دوران پادشاهی محمد رضا شاه در خوزستان کردن. یعنی اومدن گفتن مارچوبه مصرف آبش بسیار پایینه ولی قیمتش در بازارهای بین‌المللی بالاست، مارچوبه میکاریم میفروشیم، با پولش برنج میخریم یا گندم میخریم که مصرف آبش بسیار بالاست. این رو ملت قبول نمیکردن و به خصوص اون کسانی که به خودشون روشن فکر میگفتن، میگفتن که اینها همه نقشه های امپریالیست هست برای ما. این متاسفانه موزل اصلی ما بود و اون چیزیه که ما میتونیم شاید از اسرائیلی ها بهتر یاد بگیریم. یه موضوع دیگه هم خواستم بگم و شاید اگر جالب باشه میتونیم به بحث های دیگری هم بپردازیم. الان کیبوتس در اسرائیل یعنی آبادی اشتراکی، یعنی همون شیوه زندگی که گفتیم از هر کس به حد توانایی او و به هر کس به حد نیاز او، این شیوه داره در اسرائیل میمیره. شوربختانه میمیره به خاطر اینکه جامعه داره عوض میشه، بله، ارزش ها عوض میشه و غیره و غیره. ولی وقت امشب ما به پایان رسید. تشکر میکنیم از شبکه تلویزیون کانال یک، از آقای شهرام مایون، از آقای آرش و از همه دست‌اندرکاران. امیدواریم که اون چی که در این برنامه گفته شد تا حدی بتونه مورد استفاده و راهنمایی و آموزش مردم ایران برای ساخت فردای بهتری برای ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از آقای محسن بنایی و همه بینندگان.